با سلام و احترام به تک تک شما همکاران، همراهان و مهمان عزیز جلسه امروز در خدمتتون هستیم با فراخوان ویژه از کمیته دفاع از حقوق زنان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن. من دستاندرکار نیک فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم. مهمان برنامه خانم دکتر رها ثابت سربستانی، مسئول جلسه خودم هستم، ستاره دژم، منشی جلسه خانم روژین سراجی، ادمین ها خانم لیلا رمضان و فهیمه تیموری، ضبط صدا آقای سعید پورمند و آیلار اسماعیلی. اگر اسم جا به جا گفتم عذر میخوام. موضوع برنامه در مورد زن، زندگی، آزادی. امروز 17 اسفند 1401 ما جلسه خودمون رو آغاز میکنیم. دوستان که مایل هستن با شرکت بکنن لطفا با علامت دست راه نمایی بکنن و ماکسیموم 3 دقیقه رو هم رعایت بکنن. زمان پیشبینی برنامه خودم 1 ساعت و 45 دقیقه است و هستیم در خدمت شما. من ابتدا فکر کردم که خوبه یه مقدمه بگم، از مطمئنم که همتون میدونید، گفتم یه بررسی کوچیکی بکنیم که اصلا چرا 8 مارس روز جهانی زن نامگذاری شد و یک لیستی رو اخیراً BBC منتشر کرده، فکر کنم پیروز منتشر کرده، در مورد 100 زن تاثیرگذاری که در سال 2022 بودن که من جالب بود به خاطر اینکه نام چند بانوی ایرانی توش هست و خیلی خوبه که میدونیم ولی بیشتر بشنویم تا افتخار کنیم ما هم بشون. اولین بار 28 فوریه 1909 در نیویورک مراسم روز زن برگزار میشه. این مراسم توسط حزب سوسیالیست آمریکا بوده که به یادبود اعتصاب اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک برگزار شده بوده. بعداً در سال 1910 یک کنفرانس بین‌المللی در مورد زنان سوسیالیست بوده که همین قضیه ادامه پیدا میکنه تا میاد میرسه به تاریخ، اگه اشتباه نکنم از این بهتون بگم که کی سازمان ملل در واقع این تاریخ رو ثبت میکنه به برای روز جهانی زن. این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شده، اما بعد از مدتی در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شده. روز بین‌المللی زنان در برخی از مناطق رنگ و بوی سیاسیشو از دست داده و تبدیل به یه مناسبت مردمی شده، در واقع که میشه تلفیق از روز مادر و ولنتاین، که بعداً باز دوباره برمیگرده به ریشه اصلی سیاسی خودش و در زمینه‌های حقوق بشری فعالیت میکنه که توسط سازمان ملل متحد در سال 1977 این روز به عنوان روز حقوق زنان و صلح بین‌الملل رسمیت شناخته میشه. اما برسیم به این تقویمی که گزارشی که منتشر شده، سازمان الهام بخش و اثرگذار در سراسر جهان، که خب حالا خیلی مختلف هستن خانمایی که در سراسر دنیا توی سال 2022 تاثیرگذار بودن. خیلی از خانمایی بودن که به خاطر جنگی که در حال حاضر توی اوکراین و روسیه هست خیلی فعالیت و بشرانه زیادی انجام دادن، اما اسامی بانوان ایرانی از جان زنان ایرانی که در لیست 100 زن تاثیرگذار اخیر میتونیم بهش اشاره کنیم، خانم گوهر عشقی، نرگس محمدی، سفیده غلیان، نیلوفر بنیانی، نازنین زاوری، الناز رکابی، رویا پیریایی، زبر امیر ابراهیمی، لیلی ایران، زارا محمدی و خیلی از خانمهای دیگه که گیسوانشون رو توی این مدت بریدن به نشانه اعتراف. خب خانم دکتر ثابت در خدمت شما هستیم، میشنویم ازتون یه مقدمه رو و بعد باز هستیم خدمتتون. بفرمایید. خیلی ممنون هستم. تبریک میگم روز زن رو به همه بانوانی که در این جمع شرکت کردن و همینطور زنان سرزمین عزیزمون ایران و تمام زنان دنیا. همونطور که میدونید
بر اساس موضوعی که انتخاب شده زن زندگی آزادی که در واقع نه تنها شعار بلکه آرمان چند ماه گذشته 5-6 ماه گذشته برای زنان ایرانی و تمام زنانی که آزادی خواه و عدالت محور هستند انتخاب شده، من فکر کردم که شاید امروز یک زمان خوبی باشه تا در یک مدت کوتاهی ابعاد تاریخی در واقع این آزادی خواهی زنان ایران رو مورد بحث قرار بدیم. چرا که وقتی که درباره ابعاد تاریخی موضوع در واقع فکر میکنیم و عواملی که ما رو رسونده تا اینجا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که متوجه چند تا چیز میشیم. یکی این هستش که این حرکت و جنبشی که در حال حاضر وجود داره نه تنها سابقه تاریخی داره، بلکه یک پیشینه غنی در نسل‌های زنان در ایران داشته که هر باری که در واقع تحولات اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی در ایران صورت می‌گرفته، هرچند که تاریخ بیمهری کرده و خیلی کمرنگ از حضور زنان و همراهی اونها و نقش اونها یاد کرده، ولی حقیقتاً اگر در لابلای صفحات تاریخ نگاه کنیم میبینیم که با همه بیمهری که شده حضور زنان همواره پررنگ بوده در ایران و هرگز نقش منفعل رو نداشتن در تغییراتی که موجود بوده. باز همین رو باید در خود برهه از زمانی که داریم صحبت میکنیم نگاه کنیم. بنابراین هیچ چیز به 100% اون عرض نمیکنم خدمتتون، بلکه دارم سعی میکنم بگم که در هر برهه از زمان اون چه نقشی که زنان میتونستن انجام بدن به بهترین شکل خودش انجام شد. بنابراین و این در این جنبش ها و تحولاتی که زنان نقش داشتن در ایران، در واقع هر قدم و هر مرحله از تاریخ یک قدم اونها رو در واقع جلوتر برد در اینکه بتونن نقش خودشون رو به طور مساوی با سایر گروه های دیگه در جامعه ایرانی بازی بکنن. بنابراین این بُعد تاریخی که من میخوام از باهاتون در میون بگذارم، شاید اول به صورت زنانی هستش که فردن نقش داشتن، ولی بعداً میبینیم که چطوری همون زنان هم سعی کردن یک گروهی یا یک جماعتی یا یک کمیته از زنان رو در واقع تشکیل بدن و اونها رو هم توانمند بکنن برای اینکه بتونن سهم خودشون رو انجام بدن. و این تشکیل این گروه ها و یا آموزش این زنان در واقع بخشی از فرایند تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران بوده. خیلی دوست دارم از اولین زنی که شاید خیلی بارها و بارها اسمش رو شنیدیم یاد بکنم، نه فقط خودش که طاهر قرة‌العین، که مادرش به عنوان یک شاعر و روشنفکر در زمان خودش و همینطور یک عالم دینی، یک مجتهد دینی، برای اینکه طاهره در دامن چنین مادری در واقع بزرگ میشه که هم خود او به عنوان یک مفسر آیات قرآنی، یک شاعر با نفوذ، یک الهیات شناس معروف و یک معلم برای زنان و مردانی که میخواستن علوم دینی و فقهی رو بخونن بوده. و بعداً دخترش در دامن طاهره در واقع بزرگ میشه و او هم در واقع راه مادرش رو ادامه میده. به هر حال میدونیم که تاریخی که داریم خیلی محدود و کوتاه و حتی میخوام بگم در بعضی جاها خیلی مسموم از این زنان یاد کرده متاسفانه، ولی حضورشون و نقششون بسیار پررنگ بوده. از طاهره نام میبرم به دلیل اینکه او نه فقط به عنوان یک زن و معلم در واقع در یک خانواده کاملا مذهبی بزرگ میشه و تحت تعلیم پدر و عموش بوده، ولی وقتی که
اون توانایی ها و استعدادهای خودش رو نشون میده، همون خانواده بر علیه او در واقع نمیتونن اون رو بر بتابند و باهاش مخالفت میکنن، مخصوصا وقتی که او با نهضت بابی آشنا میشه و بعدن به نشانه یک سمبولی از تغییرات فکری نقاب خودش رو هم در یک کنفرانسی در ایران در بین مردان بر می داره، به نشانه این که از سنت هایی که موجود بوده باید دور بشیم و یک طرز تفکر جدیدی برای اداره ایران و تغییراتی که باید در ایران اتفاق بیفته در واقع این رو اعلام می کنه. اما به هر حال می بینیم که بعداً گرفتار میشه و بعد هم اعدام میشه، یعنی در واقع خفش میکنن، ولی جمله معروفش همواره وجود داره که میگه شما میتونید من رو از بین ببرید، ولی در واقع آزادی زنان هرگز، جنبش آزادی خواهی زنان هرگز متوقف نمیشه. این سال 1852 بوده. به زودی در سال 1891 میبینیم که همین زنان و مردانی که بسیاری از اونها دانش آموخته کلاس های طاهره و افراد روشنفکر مثل طاهره بودن، در جنبش تنباکو نقش بزرگی رو بازی میکنن. من میخوام روی با همه این که در تاریخ خیلی کمرنگ در این باره صحبت شده، ولی مایل هستم که درباره نقش زنان در جنبش تنباکو صحبت کنم. در واقع وقتی که فتوای سید علی اکبر شیرازی میرزا در واقع یک به عنوان یک مجتهد بیان میشه که تنباکو، مصرف تنباکو رو تحریم میکنه، اولین گروهی که به در واقع حمایت میکنن از این موضوع زنان بودن، نه تنها زنانی که در خانه ها در واقع تنباکو جزو یکی از وسایل پذیرایی محسوب می شده، نه تنها اون رو دیگه برای همسران خودشون، بلکه برای مهمانان هم در واقع تهیه نمی کردن، و نه فقط زنان در سطح خانواده، بلکه زنان در حرمسرای شاه این در واقع وسایل استفاده از تنباکو رو در واقع میشکنن و تحریم میکنن استفاده از تنباکو رو. زنی که در این دوره نقش خیلی مهمی رو در جمع کردن زنان و رهبری اونها اداره میکنه، زینب پاشا بوده و اون نه تنها در واقع گروه زنان رو رهبری میکرده برای اینکه بازار تعطیل بشه و کسی در واقع به عنوان یک اعتراض، بلکه گروهی از زنان در خیابان ها حرکت می کردن و بعد در یک جایی نقل میشه که زینب پاشا رو به مردان میکنه و میگه اگر شما نمیتونید ستمگران و کسانی که دارن مملکت ما رو به فروش به باد میدن رو مجازات بکنید، این چادر ما رو بکنید سرتون و به خانه ها برید و ما میتونیم به جای شما مبارزه کنیم، و در همون موقع به طور سمبولیک چادرش رو در میاره و به طرف گروه مردان پرتاب میکنه. این استفاده از در واقع برداشتن نقاب یا برداشتن چادر همواره به عنوان یک نمادی برای اینکه یک تغییری به وجود اومده و یک مبارزه آغاز شده استفاده شده. بعد از در واقع جنبش تنباکو، ما در بین سالهای 1905 تا 1911 جنبش مشروطه خواهی رو داریم که در واقع به نوعی مهار کردن قدرت پادشاه بوده و تشکیل پارلمان و یا مجلس در ایران بوده، که باز دوباره من مایل هستم به نقش زنان اشاره بکنم. هرچند که حرکت زنان به صورت گروهی در خیابان‌ها و در حمایت از علما در مساجد به نوعی نه فقط در واقع حفظ جان علمای مذهبی بوده، بلکه وقتی که اونها در خیابانها به صورت گروهی حرکت میکردن به نوعی سربازان دیگه شلیک نمیکردن به جمعیت، و بنابراین زنان همواره سعی میکردن وقتی که مردانشون، پسرانشون و یا
پدرانشون در خیابان ها مبارزه می کردن، اونها هم در واقع در کنار اونها باشن. در یک جا می بینیم که چطوری گروه زنان که به صورت گروهی حرکت می کردن در خیابان، جلوی کالسکه شاه رو می گیرن و بهش می گن که مطمئن باش که اگر هر زمانی که این در واقع این پارلمان تشکیل میشه، نه تنها تو تاج خودت رو از دست میدی، بلکه قدرت خودت رو هم از دست خواهی داد. و میبینیم که در این زمان زنی که به عنوان یک روشنفکر با نفوذ در واقع گروه زنان رو به صورت سیکرت یا نیمه سیکرت در واقع هدایت میکرده، بیبی خانم وزیری بوده که در یکی از اجتماعاتی که داشتن در طی همین جنبش مشروط خواهی، یک قطعنامه دو پاراگرافی رو به امضا میرسونه و بیان میکنه در جمع زنان و زنان خیلی زیادی اون رو در واقع تایید میکنن و امضا میکنن. یک در واقع اولین مدرسه دخترانه برای دختران مسلمان رو پیشنهاد میکنه و دومین میگه که ما باید مهریه‌های سنگین رو متوقف بکنیم و به جای اون هزینه هایی که برای مهریه های سنگین میدیم، در واقع اون مهریه نه جهاز سنگین میدیم، صرف تحریم و تربیت دختران بکنیم. و میبینیم که در واقع اولین مدرسه برای دختران مسلمان تشکیل میشه، ولی خب خیلی زود اون رو تعطیلش میکنن. میدونیم که صدیق دولت آبادی اولین خانمی بود که این موضوع رو پیش میگیره در اصفهان و البته که بعد از چند ماه مدرسه تعطیل میشه به دلیل اینکه علما اون رو بر نمیتابند که دختران از خانه بیرون بیان و درس بخونن، ولی باز هم وجود این مدارس تک و توک در ایران حقیقتا اولین ثمرش تعدادی از زنان تحصیل کرده بوده که میبینیم در دوران پهلوی نقش مهمی رو بازی میکنن برای تشکیل مدارس یا کلینیک های برای زنان. خیلی مایل هستم به این موضوع اشاره کنم که شاید هممون اینو بارها شنیده باشیم، ولی وقتی که مجلس ایران تشکیل میشه به زنان هیچ گونه حق و حقوقی داده نمیشه، ولی با این حال زنان از این موضوع که بالاخره مجلس تشکیل شده بوده حمایت میکردن و وقتی که اولین بانک ملی ایران بدون دخالت خارجیان داشته تشکیل میشده، با این که اونها در پارلمان هیچ نقشی نداشتن ولی و میدونستن که باز هم نقشی نخواهند داشت در این تغییراتی که داره اتفاق میفته، ولی با این حال طلاها و گوشواره‌های خودشون رو میفروشن برای اینکه از بانک ملی ایران حمایت بکنن. ما میبینیم که حتی در زمانی که در تبریز در محاصره بود، برای ماها گروه زنان بودن که تونستن با تلگرافایی که به استانبول و بعداً به انگلستان و به آلمان به گروه زنان میفرستن، از وضعیت محاصره بیان بکنن و بگن که در اونها در چه شرایطی در تبریز دارن زندگی میکنن. خانم بیبی مریم بختیاری حقیقتاً یکی از کسایی هستش که در سازماندهی زنان در این مبارزه در واقع نقش داشته، چنان که میبینیم بعد از اینکه در میان کشته شدگان آماری برای بیش از 60 زن در واقع بوده که لباس سرباز مردانه پوشیده بودند و در مبارزات تبریز نقش بسزایی داشتند. بلافاصله بعد از اون ما جایی رو میبینیم که زنان ایرانی برای حرمت، حفظ حرمت ایرانی بودن و آزادی خواهی در مخالفت با روسیه و انگلستان به خیابونها میان، چیزی حدود 50,000 نفر از اونها و در حالی که کفن پوشیده بودن و این شعار محکم رو میدادن که در واقع ما حاضریم که اون چه که داریم و برادران و پدران خودمون رو هم فدا کنیم، ولی حرمت ایرانی و جایگاه ایرانی، ایران باید حفظ بشه و این رو خطاب به مردانی میگفتن که در مجلس تصمیم میگرفتن. خیلی زیاد نمیخوام در این برهه از زمان صحبت کنم، میخوام خیلی سریع حرکت کنم به سمت 1941 تا 1953 که به دوران پهلوی معروف هست.
و در این دوران بوده که به هر حال ما میبینیم چه در دوره پهلوی اول و چه دوم به دلیل اینکه میخواسته مدرنیته در ایران اتفاق بیفته، تصمیم پهلوی در واقع پادشاهی پهلوی بوده، در واقع یک شکافی بین سنت و مدرنیته اتفاق میفته و زنان که هم برای سنت نماد بودن و هم برای مدرنیته نماد بودن در واقع وجه المصالحه هر دو گروه قرار می گرفتن. به نوعی زنانی بودند که هنوز مایل بودند که از سنت و دین و اونچه که دین می گفته در واقع پیروی بکنن و بنابراین نقش علما رو همچنان پررنگ می دونستن، حتی در دوره پهلوی، حتی زمانی که آزادی ها زیاد بوده اونها به همچنین به سخنان در واقع علما گوش می کردن و فکر می کردن که اونچه که داره در ایران اتفاق می افته نمایشی از آزادی زنان هست و نه به واقع زنان آزاد هستن، با اینکه زنان مدرسه می رفتن، در کالج معلمین تحصیل می کردن، از بسیاری از حقوق استفاده می کردن، مثلا حق طلاق داشتن در زمان پهلوی دوم، حق حضانت کودکان رو داشتن، سن ازدواج به 18 سال می رسه، ولی با این حال فکر می کردن که و نه فقط زنانی که با سنت گره محکمی خورده بودن، بلکه بسیاری از زنانی هم که در قشر مدرنیته در واقع بودن هم احساس می کردن که بازی در واقع مدرنیته رو میخورن و به دنبال این بودن که بتونن جایگاه واقعی خودشون رو به دست بیارن و به نوعی مبارزه میکردن با سیاست هایی که پهلوی دوم داشت، به این دلیل که در واقع آزادی برای بیان عقایدشون رو مطرح میکردن که نداشتن، یا اینکه بیان میشده که دایره‌ای که یه سری امور سیاسی رو به عهده گرفته یا در دایره وزارت هستن از نزدیکان شاه هستن و حتی زنانی که نماینده بودن در پارلمان بیان میکردن که اونها نماینده اقشار عمومی مردم نیستن بلکه یک قشر خاصی از مردم. بنابراین میبینیم که این تقابل بین سنت و مدرنیته و اینکه زنان خودشون در این دو دسته قرار میدادن، بالاخره وقتی که آقای خمینی در واقع به نوعی علم مخالفت رو بلند میکنن نسبت به دوران پهلوی، گروه زنان بخش مهمی از حامیان شعارهایی بودن که آقای خمینی و پیروانشون در واقع انجام میدادن و این زنان در واقع به دنبال این بودن که بتونن جایگاه واقعی خودشون رو در اجتماع به دست بیارن. به همین دلیله که میبینیم قشر بزرگی از مخالفین شاه رو زنان داشت بازی میکردن و مخصوصا در قیام 15 خرداد که به هر حال یکی از مهمترین در واقع این مبارزات در اون دوره یکی از مهمترین مبارزات محسوب میشه که زنان در اون نقش بسزایی داشتن. میبینیم که هر جایی که در واقع زنان میتونستن با حمایت از سنت و مذهب به خیابونها بیان و حرفشون رو بزنن و مبارزات سیاسی و اجتماعی خودشون داشته باشن، نه تنها از حمایت خانواده بلکه از حمایت علما و حمایت در واقع قشر سنتی برخوردار بودند و بنابراین میبینیم که در پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی در واقع زنان یکی از گروه های فراموش نشدنی هستند. بعد از انقلاب اسلامی اولین مبارزه زنان دقیقا 26 روز بعد از انقلاب اسلامی اتفاق میفته که در روز 8 مارچ زنان به خیابون ها میان و اون در به خاطر در واقع اعتراض به حجاب اجباری بوده که جمهوری اسلامی در واقع اون رو بر زنان تحمیل میکنه، هرچند که با این مخالفت در واقع در 8 مارچ با حجاب اجباری بوده، ولی در واقع زنان خیلی سریع بعد از انقلاب متوجه میشن که ساختار پیچیده از دین سالاری، جمهوری خواهی، دموکراسی، عدالت اسلامی در واقع اونها رو
وضعیت اونها رو مبهم کرده و در واقع اونها رو دو مرتبه داره هول میده به سمت خونها و بنابراین نمیتونستن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. به همین جهت بوده که اولین مبارزه خودشون رو در خیابونها انجام میدن. در همین دوران ما میبینیم که زنان نه فقط برای حجاب اسلامی بلکه برای بسیاری از حقوق دیگه‌ای که در واقع اون رو بعد از پهلوی از دست میدن، مثل حضانت کودکان، مثل حق طلاق و خیلی چیزهای دیگه که در واقع به نوعی اونها رو از یک شرایطی که فکر میکردن قراره بهتر بشه به یک شرایطی که انتظارش رو نداشتن و در واقع برای اونها یه شوک عظیم بوده، مبارزات خودشون رو در زمینه‌های مختلف ادامه میدن و ما میبینیم که حقیقتاً هر باری که در واقع جنبش اتفاق میفته اونها یک قدم جلوتر میرن، یعنی یک قدم میتونن سیاست هایی رو که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده رو در واقع به نوعی عقب ببرن. میایم جلوتر تا میرسیم به جایی که به انقلاب سبز که زنان حقیقتاً نقش بزرگی رو داشتن با شعار رأی من کو، و بعد از اون ما میبینیم که گروه های مختلفی از زنان تشکیل میشه برای کمپین 1,000,000 امضا برای آزادی های یواشکی، مادران پارک لاله، دختران انقلاب، چهارشنبه های سفید، اجتماع زنان و مادران در برابر زندان ها. همه اینها در واقع به نوعی نشون میده که زنان ایرانی هرگز منفعل نبودن، هرچند که ممکنه در تاریخ با بیمهری نقش اونها در واقع گفته شده یا اصلا گفته نشده. ما داستانهای زیادی رو میتونستیم داشته باشیم از زنان این زنان، ولی در حال واقعا به تعداد انگشت شماری از اونها محدود میشه. اما مهمترین اونها چند ماه گذشته اتفاق میفته، زمانی که مهسا امینی به وسیله پلیس اخلاقی در واقع به قتل میرسه و در اونجا بوده که ما میبینیم نه فقط زنان مبارزه خودشون رو و اعتراض خودشون رو به حجاب اجباری بلکه به بسیاری از محدودیت های دیگه که وجود داشته به اشکال مختلف نشون میدن. از جمله میبینیم که چطوری دانشجویان در مخالفت به این که جنسیت در واقع زن دختران و پسران از هم جدا بودن، چطوری این سدها رو میشکنن و یکی یکی نشون میدن که بسیاری از چیزهایی که برای سالها بخشی از فرهنگ مردم شده بوده در واقع اون بمبمون موانع یکی یکی شکسته میشه. و شاید یکی از مهمترین شکستایی که اتفاق میفته دایره دیگرانی بوده که در واقع بزرگ و بزرگتر میشه و مردم از اقوام و ادیان و ایدئولوژی های مختلف و گرایش های سیاسی و جنسی مختلف در کنار هم قرار میگیرن برای یک آرمان و یک ارزش بزرگتری و اونم عدالت خواهی و آزادی بوده. اعتراض زنان نه فقط در خیابان ها بلکه در اشکال مختلف، مثلا در 40 با آوازخوانی و یا سخنرانی هایی که می کردن، عکس ها و نقاشی هایی که کشیده میشه، سمبول هایی که به وجود میاد برای چیدن مو و یا آتش زدن روسری یا هر چیزی، به هر حال اشکال مختلف به وسیله زنان از اقوام مختلف و یا از گرایش های مختلف و حمایت اونها و البته از همه مهمتر زنانی که در خارج از ایران بودن و این جنبش رو حمایت میکنن و پیش میبرن. چیزی که در اتفاق میفته ماورای مرزهای ملی ایران هست همطور که میبینیم و در واقع به نوعی بیدار میکنه سیاستهای ناکارآمد بین المللی رو در قبال نظامی که برای 4 دهه در واقع نه فقط زنان به عنوان
گروه اقلیت، بلکه اقلیت‌های مختلف قومی، دینی و جنسیتی رو مورد ظلم قرار داده بوده. به هر حال این بیداری اتفاق نمی‌افتاد اگر که زنان ایران یک بار دیگه در برابر این برای خواسته های خودشون در واقع به خیابون ها نمی اومدن. من سعی کردم که یک خیلی خلاصه اون چه که در تاریخ ما اتفاق افتاده بود رو بگم، ولی واقعیت اینه که سوالی که من مایل هستم که دوستان با همدیگه بهش جواب بدیم اینه که هرچند که تاریخ ما رو در زنان ایران رو در حرکت ها و جنبش هایی که داشته به تکامل رسونده، به یک نوع بلوغ رسونده، یک بلوغی که از لحاظ فکری خواسته ها و حمایت ها و نقشی که دارن رو در واقع وسیع تر کرده و عمیق تر کرده، اما در جایی که الان ما وایستادیم، به غیر از تمام اون اتفاقاتی که هر کدوم از ما به اشکال مختلف داریم انجامش میدیم و حمایت میکنیم، فکر میکنیم که چطور میتونیم با توجه به این سبقه تاریخی و این در واقع زنانی که به عنوان قهرمانان تغییرات برای ما بودن و برخی از اونها الان نامش برده شد، چطوری میتونه در بالا بردن آگاهی جمعی ما برای حمایت از جنبشی که اتفاق افتاده مورد استفاده قرار بگیریم. یعنی بیشتر مایل هستم که بدونم ما چه یادگیری از این تاریخ میتونیم داشته باشیم برای حمایت از جنبشی که در حال حاضر هست، چیزی بیش از فقط شعارهایی که در حال حاضر وجود داره یا حمایت‌های در واقع به اشکال مختلفی که در خارج از ایران داره اتفاق میفته. یادگیری که ما میتونیم از تاریخ داشته باشیم چطور میتونه حامی این جنبش باشه برای رسیدن به یک سرنوشت مطلوب. خیلی ممنون هستم از توجه همه دوستان و امیدوارم که بتونیم در ادامه بحث زنده و پویایی داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. خیلی به نظرم تاریخچه خوب و مفیدی رو با هم مرور کردیم. لازم بود که همه ما دوباره اینها رو بشنویم و یادمون بیاد که واقعا زنان در طول تاریخ همیشه و همیشه مشغول جنبش های مختلف برای احقاق حقشون در واقع بودن و این چیزی که واقعا بر کسی پوشیده نیست. اما یه چیزی که من همیشه با خودم تفسیر میکنم در واقع، چون یه چیز خوبی شما گفتین، حالا امیدوارم کلمش یادم باشه، نامهربانی هایی که در واقع تاریخ در مقابل با جنبش های زنان میکنه، همیشه من یه تفسیری شخصی دارم از این قضیه که این همیشه مثل پیله عمل میکنه. یعنی یک مدتی همه توی خودشون میمونن، برای مدتی میره تو لاک خودش، اما در نهایت چیزی که میاد بیرون یه پروانه است و میبینیم که بیشتر، بزرگتر، جهان شمولتر از قبل داره دقیقا به این مسئله پرداخته میشه. چرا؟ چون همطور که میگین آگاهی جمعی خیلی مهمه و هی این انگار آپدیت میشه، هی بروز میشه، هی بیشتر میشه و در واقع اقشار مختلفی از جامعه رو درگیر خودش میکنه. این که ما میگیم جنبش زنان، این نیست که فقط زنان برای زنان یا زنان برای دختران. این خیلی خوبه که جهان شمول باشه، مردان برای زنان، همه کارگران برای زنان، معلمان برای زنان و همه با هم در واقع یک اقشار مهم بیشتری از جامعه رو در بر بگیره و این اتفاقی که به نظر من داره میفته و هرچی ما پیش میریم میبینیم که داره واقعا آگاهی نسبت به این قضایا، امور مربوط به زنان، بانوان، جنبش هایی که دارن، دغدغه هایی که در واقع ماها داریم برای رسیدن به حقوقمون، این داره خیلی بیشتر و بیشتر بهش پرداخته میشه. ممنونم خانم ریجندی، بفرمایید، من خدمت شما. درود خدمت همه عزیزان. من به نوبه خودم روز زن رو به همه بانوان سرزمینم تبریک میگم و برای همه آرزو موفقیت دارم. صحبت های بسیار عالی خانم دکتر ثابت عزیز فرمودن و حالا من با توجه به فرمایشات شما در واقع یه برداشتی که دارم اینه که همونطور که البته خانم دژم هم گفتن، اما حالا من نوع گفتنم یه حالت دیگه است، این که
بیشتر این در واقع مبارزات، اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، از طرف زنان ایران از همون سال که شما فرمودید تا به حال شکل گرفته، تاثیرگذار بوده، اما همیشه در یک مقطع زمانی بوده، بعد دوباره انگار شاید کم رنگ، خیلی کم رنگ تر شده و یا تا یه مدتی نبوده، اما دوباره توی یه مقطع دیگه باز دوباره شروع کردن. و این به نظر من هم همینطوره، فکر میکنم به مرور زمان و اما مقطعی، نه اینکه تداوم داشته باشه، شاید بعضی از اتفاقات به یک سرانجام میرسیده. اما خب ما بسیاری از مسائل رو میدونیم در مورد حقوق زنان که بعد گذشت این همه سال اعتراضات هیچ تأثیری نداشته، هیچ تغییری نکرده، شاید روی یه قشری از جامعه تأثیر گذاشته. اما حالا ادامه صحبتم رو میخوام اینجوری در واقع بگم و تموم کنم که فکر میکنم که در واقع با تمام این مبارزات، حمایت‌های مردان در کنار زنان اهمیت خیلی زیادی داره. یه چیز خیلی جالبی که من امروز دیدم و انتظارش داشتم که از اول حتی جنبش مهسا امینی که در واقع زن زندگی آزادی که شروع شد این اتفاق بیفته، به نشان اعتراض مردانی سر کارشون روسری یا مقنعه سرشون کردن. این حرکت خیلی زیباییه. من فکر کنم تو خیلی از موارد مردم میتونن این کار کنن، این کمک رو به زنان کشورشون بکنن، چون به هر حال این زنانشون، مادرانشون و یا فرزند دخترانشون هستن و یا در آینده خواهند بود. میتونه این تو اون آگاهی رسانی که شما فرمودید خانم دکتر خیلی موثر باشه، چون وقتی این اعتراض از طرف مردان صورت میگیره تأثیر به سزای خواهد داشت. و البته اینم بگم، من از طرف بانوانم خیلی انتظار دارم که در بسیاری از موارد مردان رو حمایت بکنن، چون یه مسائل داریم که خیلی هم در واقع برای مردان اگه بخوایم در نظر بگیریم مناسب نیست. اما انتهای صحبتم به این که زنان به قدرت خودشون باور داشته باشن، خیلی خیلی اصرار دارم و همیشه میگم که هیچ وقت قدرتمون رو نباید فراموش بکنیم، چون از یک خانواده، یک جامعه کوچیک میتونیم تأثیر در کل جامعه ایران و یا حتی جهانی داشته باشیم. و نکته آخر این که زیادم به حمایت کشورهای غربی در واقع اکتفا نکنیم، چون با توجه به خانومی که موهاشو، وزیر خارجه کشوری که موهاشون رو به نشان همبستگی با زنان ایران با قیچی چیدن، چند وقت پیش روبروی کسی نشستش که در واقع در جمهوری اسلامی مسئول بسیاری از مشکلات در جامعه و یا حتی کشتار و سرکوب مردم هست. مرسی، ممنون هستم در خدمتتون. من مجددا حالا فرصت باشه صحبت میکنم. ممنونم از شما خانم بیرجندی. خانم دکتر ثابت، ما که خدمت شما هست. اگر خواهش من، یه کوچیک میخوام بگم برای اینکه بحث توی جمعمون گرمتر بشه. و اینکه چرا این تاریخ رو بررسی کردم من امروز، برای اینکه بگم از یه چیزی حدود مثلا 200 سال گذشته صحبت کردم. واقعیت اینه که زنان در جنبش هایی که یاد کردیم امروز حامی بودن، یعنی حمایتگر افکار مردانه در ایران بودند. به همین دلیل بود که وقتی که تحریم در واقع به وسیله یک فتوای مذهبی، تحریم تنباکو صورت میگیره، زنان به حمایت از فتوای علما یا اینکه فرض کنید در هر کدوم از این جنبش ها. اتفاقی که بعد از انقلاب، بعد از در واقع سال 2006 یا بعد از در واقع رأی منکو، انقلاب سبز اتفاق میفته، اینی که زنان حامی نبودن، زنان شروع کننده و آغازگر جنبش ها بودند. و مخصوصا جنبش در واقع بعد از در واقع مهسا امینی، این زنان هستند که شروع کنندند و بقیه به حمایت از اونها میان. این همون تکاملی هستش که من عرض کردم. خواستم بگم که چطوری در طول صد و خورده ای سال، نزدیک 200 سال،
این واقعا زنان قدرت خودشون، توانمندی خودشون رو شناختن، این یادگیری هایی که داشتن رو که نسل به نسل منتقل کرده بودن. نمیخوام بگم 100% زنان ایرانی در جنبش ها شرکت میکنن، خیر، اینطوری نبوده و نیست. معمولا یک گروهی از زنان هستن که و این در خانواده اونها یا در تربیتی هستش که میشن به هر حال زیر دست بعضی از معلما و اینا شروع میکنن به غیاب کردن. حالا الان در جایی که ما وایستادیم که زنان خودشون بلند کننده یک قیامی هستن یا شروع کننده یک قیام و یک جنبشی هستن، باید ببینیم چطوری این در واقع میتونه حمایت بقیه رو، نه فقط به عنوان اینکه حامی این قضیه هستن برای اینکه پشتشون باشن، نه چیزی بیش از این، یعنی اینکه یاد میگیرن که چطوری این مبارزه رو به سرانجام برسونن. و حقیقت واقعیت اینه که ما این رو فقدان اون رو در حال حاضر میبینیم، به خاطر همینه که جنبش ها بالا و پایین داره. و این چیزی هستش که خیلی دوست دارم الان ما، چون ما میدونیم که گروه های متفکر که در ایران زمانی که خیابونا خالی شد اونا شروع کردن بیانیه دادن، همونا کسانی هستن که اگر حامی این انقلاب بشن در واقع ساختارهایی رو خواهند ساخت یا ساختارهایی رو پیشنهاد خواهند داد که این جنبش رو به سرانجام واقعی میرسونه، در حالی که هنوز اونها به نظر میرسه ساکت هستن. ببخشید. خیلی ممنونم خانم دکتر. اتفاقا بحثی که بارز کردین و من گوشه بودم برای یکم جلوتر، اما خوب شد که بهش پرداختیم، به خاطر اینکه یک تفسیر فرهنگی داریم ما به نظر من در جامعه ایران، که حالا من تعریف درستی میشه یا نه، میشه جامعه مردسالار و جامعه بانوانی که حامی در واقع مردسالاری هستن در ایران. و این اون دو دستگی که شما میگین و به نظر من توی ایران به وجود میاره که یک دست از بانوان دوست دارن برن و به اون چیزی که حقشان هست برسن، یک عده میگن نه ما که داریم کافیه، و این اون چیزی که پیش نمیاد، اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته، اون اتفاقی که همه باید همدیگر حمایت کنن، حتی همه بانوان نمیکنن همدیگر. حالا خیلی خوب میشه اگر جلوتر راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، اگر مایل باشید جناب شفایی دستشون بالا سوالشون رو بشنویم. درود بر شما جناب شفایی، خیلی خوش اومدید، مایک برای شما. سلام میکنم، خسته نباشید، خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی شروع کردیم، چون در حال این دونستن تاریخ در واقع میتونه یک ذهن و حرکت بده که چه اتفاق میفته. اما من میخوام بگم که شما تا 180 سال قبل رفتیم، ولی من میخوام بگم که از ابتدای وجود دولت‌هایی به صورت پادشاهی یا سلطنتی که بوده همین اتفاق افتاده. شما تاریخ رو اگر بریم نگاه کنیم، هیچ موقع زن به عنوان یک قدرت وجود نداشته، همیشه به عنوان ابزار بوده، در اختیار بوده. یعنی اصلا نه تاریخ نویس زن داریم، نه تونستیم شاعر زن داشته باشیم. حتی قبل از اسلام ها، من مثلا فقط بحث من راجع به خود اسلام نیست، قبل از اسلام هم همین وضعیت بود، به خاطر همون نگاه قدرت مرد کرد همیشه حاکم بوده در ذهن همه. در واقع حتی من دیدم مثلا کسایی که خیلی مثلا تاریخ میخوان بگن مثلا زنان در ایران آزاد بودن، من نگاه میکنم ببینم که اصلا در زمان هخامنشیان تا ساسانیان اصلا هیچ زنی به قدرت نرسید مگر دو تا ایران دخت و پوران دخت که هر کدوم دو سال یک سال نیم حکومت کردن، اونم چون هیچ ذکوری نبود، خود موقعها انتخاب کردن کردنشون، یعنی در واقع خود دین زرتشت اینا رو آورد کرد رئیس و بچم انداختشون دور. یعنی یه سری اصلا حوادثی وجود داره در تاریخ که اصلا زنها بهایی ازشون نداشتن، یعنی اعتباری نداشتن. حالا بعد از اسلام هم که خب طبیعتاً با نگاه اسلام همون نگاه قدیمی زنانی که در ایران در دوره‌های ساسانیان و عرض کنم که اشکانیان و هخامنشیان و حتی مادها وجود داشته شما می‌بینید و همین سیر پیدا کرده. شما حتی در زمان پهلوی که مثال زدید هم همین حالت بود، مگر پهلوی دخترش اشرف نبود؟ نه شهناز، دختر شهناز چرا ولیعهد نشد؟
چرا رفت یه زن دیگه گرفت که بیاد یه پسر پیدا کنه براش؟ یعنی این ذهنیت همینطور هست، یعنی اصلا نمیتونیم ازش جدا بشیم. متاسفانه این نگاه عمیقه و یه بخشی از این عمق هم خود خانوما میدن، یعنی خود خانوما هم این اجازه رو میدن، یعنی این اجازه ای که خانوما در واقع باید این حق رو تلاش کنن و بگیرن. الان من واقعا الان مثلا جلسه مربوط به کمیته زنانه، روز زن هستش، ولی کمیته زنان ما حدود 30 تا عضو داره حداقل، ولی چرا باید من بیام اینجا حرف بزنم؟ دیدی منظورم چی؟ یعنی چرا این چراها وجود داره؟ حالا در صورتی که باید مردهای دیگه هم مثل من باید بیان تو این جلسه حرفشون رو بزنن، نگاهشون رو مطرح کنن، حتی نگاه مردسالارشون هم میخوام بگم بگن، بحث بشه، صحبت بشه، با هم آشنا بشیم. این اصلا به نظر من حیفه، یعنی ما نیاز به این داریم، یعنی ما خود خانمامون و ما هم، منم به عنوان یه فرد وظیفه دارم که ما این اطلاعات رو منتقل کنیم، جلوی اون بحثا رو بگیریم. الان یه مطلب من میخوام بگم به شما، شما در مورد پهلوی گفتید که حق طلاق آزاد بود. خیر، من مال اون نسلم، ابدا. ازدواج دختر خیر، حتما باید ولی بیاد. مثلا این صحبت ها نبود، یعنی همون دین در همون جا، یعنی همون چیزی که الان هست اونجا هم بود، فقط رنگ و لعابش رو درست کرده بودن. مثلا یه خانوم میتونست بره مثلا شکایت کنه، مثلا بعد از یک سال بتونه طلاق بگیره، اما مرد در آن واحد، یعنی اصلا به 10 دقیقه لازم وقت نداشت، فقط میگه این طلاق، خدافظ. و تعداد زن گرفتن ها این اجازه رو داشتن، یعنی همین اطلاعات که الان در جمهوری اسلامی وجود داره عیناً در زمان پهلوی وجود داشت، حالا با یه نگاه دیگری. و فقط کاری رو که پهلوی کرد به نظر من منطقی بود، اجازه رأی به خانوما داد و اجازه داد زنا در جامعه حضور داشته باشن. این در واقع تونستی اثری بذاره که مثلا وکیلی پیدا بشه، یا رئیس قاضی مثل خانم شیرین عبادی بیاد قضاوت بکنه، یک وزیری به عنوان زن بیاد. یعنی اینا هم همه قدم به قدم، چون خود شاه که اصلا اسیر دین بود، یعنی اسیر دیندارا بود، یعنی خودش مبلغ دین و دینداری و دین بازی بود، یعنی خودش جز آدمایی بود که این کارو میکرد. هر سال بعد مکه میرم، هر سال بعد امام رضا میرم، قم میرم، هم شاه چراغ میرم، همین چی اسمش شهر ری، یه امامزاده هم اونجا هست، اون شاه عبدالعظیم اونجا بعد میره، یعنی اگه نمیرفت اصلا روزیش نمیشود. ضمن اینکه خود ایشون به 1700 مسجد حقوق میداده به آدماشون که اون مسجد فقط فرمون بردارش باشن. اینا همه گفتهایی که اصلا وجود داره در تاریخ. ولی و من میخوام بگم در دوره پهلوی هیچ اتفاق ویژه‌ای برای زنان نیفتاد، مگر همین اتفاقی که اونم خواست بگه من خیلی آدم روشنی هستم، در صورتی که همون اهداف، همون مسئله ذهنیت‌های اسلام حاکم بود براش. نمونش دخترش که پادشاه نشد. چرا نشد؟ چرا رفت اون زنش رو طلاق داد، رفت یک زن دیگری گرفت؟ برای چی؟ یعنی اینا اون ذهنیت مردسالارشه. در قبل از اسلام هم فراوون این داستان ها ما میبینیم، کلی زیاد دارم حرف میزنم ببخشید، ولی این بد نیست بگم، کلی صحبت که مثلا کوروش خیلی مرد خوبی بود، یه زن داشت، اینطور اونطور. نه خیلی، آقای کوروش حمله کرد به سکاها به دلیل اینکه از زن فرمانده سکاها خوشش اومده بود، میخواست بره با اون ازدواج کنه، گفتم بیا زن من بشه، گفتم نمیشم، لشکر کشی کردم اونجا هم کشته شد. یعنی تاریخ نمیشه به هم ریخت، که باید نگاه کرد، نگاه منظم کرد. و واقعا زن هیچ جایگاهی در کل طول تاریخ نداشته، ندارد، و الان هم که متاسفانه با شرایط بدتر. فقط خوشحالم که این دوره داره تکون میخوره، انسانهای قویتر، غنیتر، آگاهتر دارن میان و این آگاهی داره حرکت خودشو نشون میده. من مرسی، خیلی صحبت کردم، میبخشید. خیلی ممنون از شما برای مشارکت، برای نکاتی که یادآوری کردید. بفرمایید خانم دکتر.
نه، من بیشتر ترجیح میدم دوستان دیگه هم صحبت کنن، نقد کنن، کامنت بذارن و بعد منم مطالب یادداشت کردم بیان میکنم. بله حتما، خیلی ممنون. خانم بیژنی بفرمایید. مرسی که مجدد این فرصت رو به من دادین. من خیلی کوتاه میخوام بگم، فکر میکنم یه کمی از در واقع از چجوری بگم حتی کوچیکش به قول معروف از ایران باشه یکم فراتر بریم. یه موضوعی هستش که من در مورد زنان بهش حالا رسیدم و هستیم مطالبی که من فکر کنم الان تو اکثر دنیا هنوز زن با توجه به تمدن، نمیدونم پیشرفت، مدرنیته شدن، هرچی، هنوزم باز زنای دنیا، حالا میگم نمیخوام ایران رو بگم، زنان در دنیا هنوز باز همون جایگاهی که باید داشته باشن رو ندارن. به طور مثال یه مسئله هست خانم دکتر ثابت، این سقف شیشه‌ای که میگن هنوز وجود داره. یعنی مثلا حتی در سازمان ملل هم اگر دقت کنی اکثر کسانی که به عنوان سخنران هستن در واقع باید رهبران کشورها باشن به عنوان سخنران، خیلی تک و توک زن هست، درصد بسیارشون مردن چون رهبران کشورهای مرد هستن و تعدادشون زن خیلی کمه. اینی که به عنوان سخنران ما خیلی کم داریم زن و در لول مثلا یک رهبر یک دولتی کشوری باشه. و حالا در واقع هدفم از گفتن این مسئله این بود که هنوز در کل دنیا اگه بخوام در نظر بگیریم اون جایگاه هنوز اون مرد سالاریه در کل دنیا وجود داره، این تفکره هست. حالا تو یه بخشی اومدن یه پوانه مثبتی برای بانوان در بعضی کشورهای اروپایی آمریکایی در نظر گرفتن، اما این به صورت 100% نیست، کامل نیست. یعنی همچنان ما الان هدفمون این هست که در ایران، در فردای ایران آزاد، زن و مرد به صورت برابر در مسائل کشور بتونن، حالا در مجلس، در پارلمان، هر چی که هست بتونن مشارکت داشته باشن. من فکر کنم صدام قطع شد. نه داریم صداتونو. صدام داریم چون تصویر همه صدا بود. با دقت گوش میکنم. هدفمون اینه که دقیقا برابر باشه. یعنی اگه 50 تا وزیر زن داریم مثلا، یا 50 تا وزیر داریم 25ش مرد باشه، 25ش زن باشه، یا حتی بیشتر. اما این اتفاق هنوز در کل دنیا نیفتاده. مرسی، ممنون که این زمان رو به من دادید. ممنون از شما. بله دقیقا این چیزی که میگین خواهم میدنید. برای حالا ماهایی که این شانس رو داریم که این ور دنیا هستیم و از نزدیک نظارگریم، واقعا چیز قابل لمسیه. یعنی ما مثلا وقتی توی ایرانی آشه میکنیم که واو ممکنه زنهایی که خارج از ایران باشن چقدر بهشون بها داده میشه، ولی وقتی از نزدیک میای میبینی دیگه. بالاخره ما الان در کشورهای آزاد زندگی میکنیم و حالا من خودم به شخصه در کشورم که فکر میکنم جز فمینیسته، یعنی خیلی ادعای اینو میکنیم که ما یک کشور فمینیست هستیم، ولی وقتی وارد جامعه میشی، توی سیاست میبینی، به قول شما توی اخبار میبینی، این ور اونور نگاه میکنی، میبینی واقعا بخش زیادیش به نظر من شعافه. یعنی میخوام بگن اوکی ما شاخانمانم اوکی راه میدیم، ولی اون واقعیه نیست، انگار یه چیز فیک به نظر من. چیزی که من حالا توی این چند سالی که اینجا زندگی کردم باهاش مواجه شدم، نظر شخصیمه. خانوم سونیا سوارکوب، ما خدمت شماست، بفرمایید. اول سلام کنم خدمت همه دوستان، چیز زنم تبریک میگم به همه دوستان و خانمای عزیز. بیشتر حرفایی که من میخواستم بزنم و خانم بیژنی حقیقتا زدن، ولی چیزی که میخوام بگم دقیقا همینه که تا وقتی که قانونی که برای زنان نوشته میشه به دست مرد هاست، همینطور خواهد بود. حتی در سراسر دنیا که نگاه میکنیم چند تا رهبر زن هست مگه؟ چند تا اصلا رئیس جمهور زن چند تا وجود داره؟ حتی توی سازمان های بین المللی که از حقوق کودکان و حقوق زنان داره دفاع میکنه، مؤسساش یا مردن یا بیشتر فعالیت توسط مردا انجام داره میشه. یه سری مشکلات هست که از سمت خود ما زن هست، یا اینکه آموزش ندیدیم، یا اینکه
خودمون رو اونقدر مستقل و لایق نمیدونیم که توی خط مقدم باشیم. همیشه فکر میکردیم که باید حامی باشیم، توی خط دوم باشیم، پشت سر مردا باشیم، مردا رو هول بدیم جلو، به اونا انگیزه بدیم، از اونا حمایت کنیم، حتی وقتی که موضوع خود زن بودنه. همیشه توی تاریخ نشون داده که ما پشت وایمیستیم، حمایت میکنیم، مردها رو میفرستیم جلو، در صورتی که ما وقتی زنیم، موضوعم در مورد زن بودنه، هیچ کس از بهتر از خودمون درک نمیکنه که ما چه مشکلاتی داریم و چه چیزایی رو قرار تجربه کنیم و چه چیزایی تجربه کردیم. هرچه آدم اینو توضیح بدیم، بازم اون مرد نمیتونه مثل ما لمسش کنه. مثل اینکه بریم دکتر زنانی که مرده، حالا من چقدر بعد در مورد درد مثلا پریودی و زایمان براش بگم، اون تجربه نکرده، هیچ وقت هم تجربه نخواهد کرد، هر چقدر هم که بخونه اون درک واقعی رو ازش نخواهد داشت. فکر میکنم یه مشکل آموزش هست که باید بیشتر و بیشتر و بیشتر یاد بگیریم از تمام اون تاریخی که کل دنیا در مورد فمینیست و زن و جنبش‌های زن به وجود اومده، و یه نگاهی هم بکنیم به خودمون، یه کمی خودباورتر باشیم، یه کمی جسورتر بشیم، یه کمی بیشتر خودمون لایق بدونیم که نقشی برای آینده بتونیم قبول بکنیم. یعنی اینجوری نباشه که بگیم خب ما به عنوان مثلا یه حامی میریم تو خیابون مبارزه میکنیم، خواسته هامونو میگیم، ولی شما یه آقا بیا از خواسته های من دفاع کن، یا شما برای تاییدش امضا بزن پاش. اینجوری فکر میکنم هر چقدرم که تلاش کنیم به اون چیزی که باید و شاید نرسیم. ممنونم که به نظراتم گوش دادید. ممنون از شما، ممنون برای مشارکت. سلام به جناب آقای رای، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که دوباره در جمعمون هستین. جناب آقای شفایی، ما خدمت شماست، بفرمایید. مرسی. من میخوام ببینم میتونم یه چیزی، یه عکسی رو میخوام شیر کنم اگه امکانش هست. آره بفرمایید، فکر کنم بتونید دسترسی داشته باشید. فقط چت اینه اجازه بدید من الان دسترسی میدم. نه ندارم دسترسی. یه عکس خیلی جالبه در رابطه با تاریخه. بفهم. من دلم میخواد این عکس رو ببینید، این خیلی حرفه. اگه میخواین جناب شفایی بر من یه خانم بیرجندی بفرستین رو تلگرام. آره این شاید راحت‌تر باشه چون من ناشی هم تو این قسمت ها. نه خواهش میکنم، ولی میشه. آره که اینجوری من الان برای شما میفرستم، نشون بدید، خیلی ممنون میشم. توضیحشم بعد که آوردید من توضیح میدم. حتما. من مایک آزاد میدم. متشکرم. خیلی هم عالی. خانم دکتر اگر مایل هستین که در ادامه صحبت‌های دوستمون خانم سوارکوب نکته یا اضافه بکنید میشنویم از شما، بفرمایید. من خیلی خوشحالم از مطالبی که داره گفته میشه و به نظرم موضوع داره پخته تر میشه و به هم بافته تر. عرض کنم خدمتتون که ما مرتبا داریم میگیم که چطور این زنان جایگاه خودشون رو بشناسن و بتونن نقش خودشون رو بیشتر و بهتر از قبل در واقع انجام بدن و همه مواردی که گفته شد. میخواستم توجه دوستان رو به یک موضوعی جلب بکنم و البته متواضعانه نظرم دارم عرض میکنم، خیلی دوست دارم بشنوم شماها چی فکر میکنید. اصولا وقتی ما میخواییم به لحاظ علمی یک تغییر به وجود بیاریم، باید یک رشدی اتفاق بیفته و اون رشد چه لحاظ فکری باشه چه از لحاظ احساسی و روانی باشه، نیاز به این داره که یک یادگیری صورت بگیره. یعنی وقتی یادگیری صورت میگیره، رشد فکری و رشد احساسی، رشد عقلانی، رشد اجتماعی یا هر رشد دیگه که فکر کنیم، در سطح اگر بیاریم در سطح فردی شران من عرض کردم، در سطح جمعیش رشد اقتصادی، رشد اجتماعی، رشد سیاسی صورت میگیره. خب حالا اگر ریشه های رشد در یاد گرفتن هست، یاد گرفتن یک مفهومیه و یک فرایندیه
که منحصر نمیشه فقط به دورانی که مدرسه میریم یا در دانشگاه هستیم. در حال حاضر همونطور که عرض کردم، اگرچه که انقلابی که در ایران داره اتفاق میفته، قبلا اونچه که زنان نقش داشتن، عرض کردم، همیشه حامی انقلاب ها و جنبش ها و حرکت ها بودن. در حال حاضر خود زنان این انقلاب رو در واقع شروع کردن و به وجودش آوردن. در ادامه اون، این بیشتر یه سوال دارم عرض میکنم و یا یه توریه که دارم مطرحش میکنم با شما، اینه که اگر قرار باشه که این زنان این انقلاب رو به یک سرانجامی برسونن، یعنی باید یک رشدی اتفاق بیفته، یک رشد فکری و یک رشد احساسی و یک رشد معنوی، یک رشد اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی، یعنی باید یه یادگیری صورت بگیره. حالا این یادگیری در چی هست؟ ما بارها و بارها درباره مفهوم آزادی صحبت میکنیم، ولی چند نفر از ما زنان به کمک مردان دیگری هم که اونها هم برای آزادی تلاش میکنن، میشینیم و باز تعریف میکنیم مفهوم آزادی رو در بین خودمون و اون رو میسازیمش. به همون ترتیب مفهوم عدالت، به همون ترتیب مفهوم دموکراسی، به همون ترتیب مفهوم تساوی، به مفهوم جمهوری. میخوام بگم که تا زمانی که زنان نتونن این مفاهیم رو باز تعریف بکنن و اون رو در بدنه به بدنه دانش اجتماعی جامعه ایرانی معرفیش بکنن و بگن که تعریف که الان ما از آزادی داریم اینه و اینو میخوایم و برای رسیدن بهش این قدم ها رو باید همه ما برداریم و یاد بگیریم که چطوری این آزادی رو تمرین کنیم. یعنی در واقع تا وقتی که ما به عنوان چه زن و چه مردی که برای ایجاد تغییرات در ایران داره تلاش میکنه، تصمیم نگیریم به طور جدی که مفاهیمی اساسی که باعث تغییرات بنیادینی میشه رو باز تعریف بکنیم و اون رو در بدنه دانش عمومی قرارش بدیم، نباید انتظار داشته باشیم که تغییر واقعا صورت بگیره. خیلی بعید به نظر نیست. چرا؟ چون رشد صورت نمیگیره، یعنی رشد فکری صورت نمیگیره. الان هر تعدادی که ما اینجا هستیم و هر تعدادی از دوستانی که داریم، ازشون بپرسیم ما میخوایم ایران آزاد داشته باشیم یعنی چی؟ مطمئنم همه شما میگید به تعداد همه آدم ها تعریف وجود داره و این خیلی خوبه، ولی آیا ما میتونیم در این ساختن این مفاهیم اساسی به یک وحدتی برسیم همونطور که تونستیم به یه وحدت خیلی زیبایی برسیم از لحاظ اینکه از اقوام مختلف، ادیان مختلف، جنسای مختلف، هرچی که هستیم تونستیم بیرون و داخل ایران تونستیم دست به دست هم بدیم، آیا میتونیم این مفاهیم رو تعریف کنیم؟ یا منتظر نشستیم؟ من مخالف با هیچ گروهی، آدمی، فردی نیستم، شما خیلی خوب میشناسید من و من اصولا فقط سوال میکنم، آیا منتظر هستیم که یه گروهی بنشینن برای ما تعریف کنن آزادی یعنی چی، جمهوری یعنی چی؟ و تا چه اندازه اونها همون مفهومی از آزادی رو که ما لمسش کردیم توی 14 اخیر در ایران میتونن ازش بگن و ازش حرف بزنن و واقعی باشه؟ میخوام بگم ما چیزی فراتر از تئوری‌های فمینیستی رفته. انقلابی که در ایران داره اتفاق میفته چیزی فراتر از تئوری‌های فمینیسته کنونی هست. من خودم رشتم مطالعات زنان بوده، تدریس میکنم فمینیزم رو و میدونم که این اصلا فرار، یعنی واقعا مرزهای تئوری فمینیستی رو شکسته. مرزهای تساوی حقوقی که غرب ازش صحبت میکنه رو شکسته این انقلاب. آیا ما میتونیم، سوال اینه، آیا میتونیم جمع بشیم به عنوان افرادی و بعد این نتورک رو بزرگتر و بزرگترش کنیم و تعریف بسازیم که آزادی که ما ازش تعریف، نه که قطعی، ولی باز تعریف کنیم این آزادی چه مفهومی برای ما داره، ما در چی آزادی میخوایم؟ فقط در پوشش، در نوع یادگیری، آیا در عدالت رو چجور داریم تعریف میکنیم؟ تا چه اندازه ما مایل هستیم دسترسی داشته باشیم به دانشی که محروم شدیم ازش برای 40 سال؟ یا
تا چه اندازه میتونیم پایه های اقتصاد رو با هم دیگه الان تعریف کنیم؟ جایگاه کارگر، حقوقی که داره، مالیاتی که میخواد ریخته بشه، یا اینکه ما نشستیم فقط میگیم باشه این اتفاق بیفته، حالا یه عده‌ای هم تصمیم بگیرن و برای ما یه منشوری بنویسن، ما هم خوشحالیم که خب حالا از اونا حمایت کنیم برای اینکه اتحاد حفظ میشه. این اتحاد سسته، این اتحاد پایه نداره، چون ریشش توی فهم و شعور ما نیست. و اگه ما میخوایم فهم و شعورمون در واقع به همون اندازه‌ای که قدرت پیدا کردیم که حرفمون رو بزنیم، فهم و شعورمون هم رشد بکنه و ثمر بده، باید بشینیم با هم دیگه و این تعاریف رو بذاریم کنار هم و باز تعریفش کنیم، هم از نگاه علم، هم از نگاه دین، هم از نگاه فلسفه، هم از نگاه ایدئولوژی های مختلفی که سیاست های مختلفی که احزاب سیاسی مختلفی که وجود داره. تا این کارا رو نکنیم به نظر میرسه ما همچنان فقط داریم تلاشی میکنیم که بسیار بسیار ارزشمنده، ولی حقیقتا به این راحتی ها به سرانجام نخواهد رسید. ببخشید. ممنونم از شما خانم دکتر ثابت. من فقط یه سوال برام پیش اومد، اینکه آیا باز تعریف میتونه معنی یک تعریف مستقل رو هم بده؟ میتونه یک تعریف مستقل باشه، میتونه مجموعی از تعاریفیه که وجود داره. میتونیم ماها میتونیم بنشینیم و بگیم که اگر آزادی رو غرب ازش عنصر دین رو خارج کرد، معنویات رو خارج کرده، هرچند که من اصلا فکر نمی کنم که غرب دین رو خارج کرده، برای اینکه ممکنه که یک دین خاصی رو نداره، ولی عقاید بودیزم و نئوبودیست به شدت در غرب رواج داره به اسم مدیتیشن، و حالا کاری ندارم به اشکال مختلفی که داریم می بینیم، یا روانشناسی معنوی که بسیاری از عقاید بودیزم رو داره. به هر حال میخوام بگم میتونه مستقل باشه، میتونه مجموعی از تعاریف باشه، ولی باز تعریف یعنی اینکه ما از لحاظ فکری میتونیم رشد کنیم و با هم یک وحدت نظر داشته باشیم، نه اینکه مثل هم فکر کنیم، ولی حداقل یک چیز مشترک، یک چارچوب مفهومی مشترکی از یه سری مفاهیم بنیادین و اساسی رو میتونیم بسازیم. نظرم این هست. البته مشترکش برات سوال دارم مطرح میکنم. متشکرم از شما. جناب شفایی. ابتدا ممنون میشم اون عکس رو اگر بیارید. آره حتما. این عکس برای من فوق‌العاده است. برای اینکه ارزش زن رو نشون میده و همینطور ارزش تاریخ. شما بچه رو اگه ببینید داره کتاب رو میخونه. و این اون چیزیه که بایستی اتفاق بیفته. خانم دکتر فرمودن که آیا میتونیم راجع به این که چی کار بکنیم؟ من میگم باید بتونیم، یعنی با این کار باید ما تاریخمون رو بدونیم، فعالیتامون رو بدونیم، ارزش خودمون رو بدونیم، ارزش زن رو بدونیم، ارزش مرد رو بدونیم، همه در جایگاه خودشون که در واقع اون بحث برابری است. من دنبال این میخوام یه موضوع بگم. در تاریخی که خانم ثابت مطرح کردن یه تیکه فراموش کردن، چون من اون گروه رو بسیار بهشون علاقه مند بودم و کار میکردم، هنوزم دارم فعالیت میکنم. در این قضیه 1,000,000 امضا برای، یعنی تغییر برای برابری برای 1,000,000 امضا، یکی از کارهای فوق‌العاده بود. یعنی یک ایدئالی بود که میتونست اگر اون جنبش 88 اتفاق نمیافتاد یا اون رأی منکو اگه نمیشد، این گروه میتونست کاملا شرایط رو تغییر بده، جامعهمون رو آگاه کنه. و این تغییر برای برابری کلیه قوانینی که در عرض کنم که زنان با مردان برابر نبودن لیست کرده بودن، فرستاده بودن، کار میکردن و سبک بسیار خوبی کار میکردن. یعنی به یه نفر که میومد آشنا میشد میتونست بره تو خونش بلافاصله در جمع بکنه دور و برش و بهشون آموزش بده، بگه این حقوق برابر نیست به زن به مرد،
که من بارها دیدم در خرم‌آباد، در اهواز، در مشهد، در اصفهان خانواده‌ها رو دستگیر کردن. یعنی این مال اون تاریخه، یعنی از سال 85 که شروع شد، بسیار، یعنی از مرداد 85 شروع شد، فوق‌العاده کار تمیزی بود، کار بسیار خوبی بود. در تمام همین اروپا کلی خود من فعالیت کردم، کلی امضا جمع کردیم و کلی جلسات برگزار کردیم، مصاحبه کردیم، اما این به هم خورد و متاسفانه اون دوستانی هم که بنیانگذار بودن و جدی کار کرده بودن، وقتی خارج شدن از ایران هر کدوم رفتن دوباره یه بخشی بدون این که پیگیری کنن. من با 3-4 تاشون صحبت کردم، خواهش کردم آقا پیگیر کنید، دیدیم اصلا دارم پرسرم بد میگم، من اصلا بهش برخورد که این اصلا بد گفتن نداره، بلکه نگاه های مختلف بود. و حسنش این بود که کسی که مقید به اسلام بود داشت این کارو میکرد و کسی که مقید نبود این کارو میکرد. یعنی هر اندیشه ای داشت راجع به این 1 میلیون امضا، چون یک واقعیت جامعه بود داشت کار میکرد. و این حیف شد، یعنی از من خواهش می‌کنم، شما دارید رو تاریخ کار میکنید، حتما اینو یادآور کنید و حیف این اندیشه از بین نره. یه صحبتی هم شد در رابطه با وضعیت زنان در اروپا یا فرض کن آمریکا. من فقط یادآوری میکنم که تا سال 1954 زنان در اروپا اجازه رأی نداشتن و تا سال 1974 همین کشور آلمان اگر مردی همسرش رو کتک میزد جرم نکرده بود، مثل جمهوری اسلامی. و تا سال 1976 عملا اگر زنی میخواست بره سر کار بایستی رضایت‌نامه از همسرش بده. یعنی این قواعد، یعنی اینا خود زنا تلاش کردن تونستن بگیرن و این تلاش ملزم به اینه که حتما اون باید است و حتما باید خانمای ما، دختران ما با آگاهی دنبال این کار باشن و کوتاه نیان، کمان که تو این دوره 5-6 ماهه که من خیلی هم لذت بردم از عمل کردشون، حیف که ما زورمون نرسید بتونیم اونجا باشیم، ولی دیدیم که چه میکنن. حال ببخشید دیگه، من یک دوتا مطلب بزنم به سمومان کردم. خیلی ممنون از شما جان شفایی، ممنون برای نکاتی که میگید. ببخشید، بفرمایید خانم دکتر ثابت. خیلی هم عالی. من دوتای مایکم باز شد. جناب رایی شما رو میشنویم حتما، بفرمایید. بله، با درود به خانم رها ثابت گرامی، خوشحالم میبینم ایتون، همینطور شما دوستان گرامی خوشحالم میبینم ایتون. من متاسفانه فکر میکنم از ساعت 6 شروع میشه به وقت اروپا، اینه که برنامه رو نریختم که از ساعت 5 بیام. به هر حال صحبت‌های شما رو زیاد، میزان زیادیش رو متاسفانه از دست دادم، اما در رابطه با صحبت‌هایی که از خانم ثابت شنیدم و همینطور اظهار نظر دوستان، من هم به همین نظر هستم که لازمه در تعریفامون یک نگرش دوباره بندازیم و برای اینکه این نگرش دوباره رو داشته باشیم، حتی لازمه که به انسان یه نگرش دوباره بندازیم و برای این کار در این روز زن لازمه به زن یک نگرش دوباره داشته باشیم. تعریفای قدیمی یا تعریفایی که هنوزم رایج هستن رو اونا رو شناسایی کنیم و ببینیم ایراداش چی هست. آیا زن رو مخرب میدانیم یا سازنده میدانیم؟ آیا زن رو در مقابل مرد میدانیم یا در مرد میبینیم؟ آیا زن رو رقیب اخلاقی و معرفتی مرد میدانیم و یا دخالتگر تو کار مردی که خلاصه سازنده است و آباد میکنه میدانیم؟ به نظر قبلا اینجا گفتم، به طور خلاصه دوباره تکرار میکنم، خانم الیزابت بدنتر که یک فمینیست هستن، نظرشون است که این تعریف ها هر ستاش غلطن، لازمه زن رو در مرد ببینیم و زن رو همکار مرد و سازنده ببینیم و زن رو در همکاری، رقابت اخلاقی و معرفتی با مرد ببینیم
و بنابراین در اینجا داریم صحبت می‌کنیم هم از انسان و هم از زنی که توانایی داره، نه اینکه ناتوانه. پس نگاه ما به انسانه که لازم میشه تغییر بکنه، این جهانبینی ما، کسموپولیتیک ماست که لازم تغییر بکنه، و زمانی که این تغییر کرد رو تعریفا میاییم فکر میکنیم و سعی میکنیم که این تعریفا رو اگر وجود دارن تاییدشون کنیم، اگر وجود نداریم روشون فکر کنیم و با هم صیغلش بزنیم، پیداش کنیم. نظر کسایی مثل من این استش که انسان همراه با تعریفهای خودش به دنیا آمده، همراه با قواعد خودش به دنیا آمده و دستکاری توی اون قواعد که اونها قواعد هستی شمول هستن کار صحیحی نیست. اون قواعد هم خصیصه هایی دارن که به اونها میشه دسترسی پیدا کرد، میتونیم اونها رو بشناسیم و بر مبنای اونها در این تعریف ها در واقع تأمل کنیم. در مورد آزادی به عنوان مثال، اگر قراری که این انسان سازنده بپذیریمش، انسان رو راحل یاب بدانیم، انسان رو اندازه یاب بدانیم، اندازه یاب به این صورت که همه چیز رو به اندازه ببینه و اندازه ها رو تعیین کنه ببینیم، این انسان موجودی است که تواناست مسائل خودش رو حل کنه، انسانی است که تواناست که راه حل ها رو پیدا کنه و بنابراین مستقله در کار خودش و دخالت تو کار این انسان کار صحیحی نیست. این خودش موجودی زنده است همراه با قواعد خود، و ما موقعی که میایم تو کار این انسان مستقل که توانایی تشخیص داره، عقل برای فهمیدن داره، توانایی ارتباط داره، دخالت میکنیم، کارا رو خراب میکنیم و لازمه که به این استقلال انسان، به این طبیعت انسان توجه کنیم. پس این انسان راحلیاب قواعد راحلیاب هم وجود داره. این انسانی که میتوانه مسائل خودش رو حل کنه، اون قواعدی که این مسائل حل میکنه هم وجود داره. از جمله در همین گفتگویی که داریم، معیارها و قواعد ارزیابی رو داره. این قواعد ارزیابی بر مبنای اونها ما میتوانیم با هم گفتگو کنیم. به عنوان مثال، یک شخصی میاد یک مطلبی رو مطرح میکنه، ابتدا به ساکن اصل رو بر براءت نظر او باید گذاشت، نه بر غلطی و خرابی نظر او و سوء ظن نظر نسبت به نظر او پیدا کردن. پس انسان موجودی است که موقعی که داره بررسی میکنه، بنا رو نه بر خوشبینی میذاره، نه بر بدبینی، بلکه بر واقع بینی میذاره و اصل رو بر براءت میذاره مگر عکسش اثبات بشه. اما اگر انسان رو ظن رو مخرب بدونیم، بنا بر تخریب اوست مگر عکسش اثبات بشه. پس یک جایی با انسانی سرکار داریم که مستقله، با زنی سرکار داریم که مستقله، با زنهای دیگر، با انسانهای دیگر به همراه هم مسائل رو پیدا میکنه، راه حلها رو پیدا میکنه که اسمش دموکراسیه. پس بنابراین موقعی که داریم از دموکراسی صحبت میکنیم، داریم از انسانی که کرامت داره، توانایی داره، عقل و شعور تشخیص داره، اندازه سنج راحت سنجه داریم صحبت میکنیم. پس این انسان میتوانه بر مبنای معیارهای مشترکی با دیگرها ارتباط برقرار کنیم. پس ما نمیتونیم گفتگوهای موازی با هم داشتیم، باید لازمه با هم گفتگو داشته باشیم. گفتگو هم بر اساس مبنای معیارهای مشترک شکل میگیره. این معیارهای مشترک که جهان شمول هستن رو بگردیم پیدا کنیم، یکیش همین الان گفتم از بر براءته، یکی دیگه این است که این معیارها وجود داره و بر مبنای اون معیارهاست که با هم گفتگو میکنیم، نه اینکه من درآوردی معیار بسازیم وسط. و معیارهای دیگه فراوانی هم وجود داره، مثل اینکه لازمه که در گفتگو که با هم میکنیم حق رو به حقدار بدیم، اصرار نورزیم رو اینکه حق با منه، شما هر چی میگویی غلطه،
اصرار نوردیم که شما که آمدی نوآوری رو آوردی غلطه، به این علت که با افکار پدر مادرای من صدق نداره، با دین من مرام من صدق نداره. شما آمدی یک بلبشو داری ایجاد میکنی تو جامعه من، و بنابراین این معیارهایی که بر اساس اونا میتونیم با هم گفتگو کنیم و پیدا میکنیم، لازمه که این معیارها خالی از هوا و هوس باشه، خالی از و بر مبنای قاعده لطف باشه، آشتی جویانه باشه، و بپذیرم که طرف مقابل من شعور داره، نه اینکه تو یه چیزی رو میاد بپرم روش که این چیزی که تو میگویی صحیح نیست، این چیزی که من میگویم صحیح. عقل کلبازی لازم این وسط نشه. و موقعی که این معیارهای مشترک رو در نظر میگیریم، گفتگو شکل میگیره، و در این گفتگوی مشترک تفاوت نظرها پیدا میشه، به این علت که ماها موجوداتی متعین هستیم، و موقعی که روی یک موضوع مشخصی داریم فکر میکنیم، از زاویه‌های مختلف بررسی میکنیم، با تجربیات قبلی مشترک غیر مشترک گفتگو میکنیم. پس لازم میشه که تو این گفتگو با هم دیگه اون عوامل اختلاف رو هم پیدا کنیم. پس موقعی که داریم در مورد مسائل انسان و مسائل زن صحبت میکنیم، از شیوه مخصوص گفتگویی داریم صحبت میکنیم که این مخصوص انسانه. این مخصوص بودنها رو که پیدا کنیم، خصیصه‌هاش رو پیدا کنیم، گفتگوی مناسب شکل میگیره. و الان اگر 10 سال هم با هم بشینیم گفتگو کنیم، هی هم بگوییم حق آزادی بیان و اینا، ولی نتونیم با هم بگیر خوب گفتگو، بیفایده است. بیفایده است. توان شنیدن نداریم. چون توان شنیدن نداریم، توان تجزیه تحلیل و بهتر انتخاب کردن نداریم. من زیاد حرف زدم، حالا دفعه بعد بازم در گفتگوی شما شرکت میکنم. مرسی. ممنونم از شما جناب رایی، ممنون برای مشارکت و نکاتی که بهشون اشاره کردید. به نظر من خیلی قبل از هر چیزی، قبل از هر ایده و نظری، واقعا تمرین گفتمان، تمرین شنیدن برای ماها خیلی واجبه. چون چیزی که تو این اخیر دیدیم، با توجه به اینکه خب خیلی اتفاقات خوب بود، خیلی بعضی جاش خیلی واقعا غرور آفرین بود برامون، اما ما همچنان میبینیم که هنوز نمیتونیم به حرفای هم گوش بدیم، هنوز نقطه نظرات همدیگر رو نمیتونیم قابل احترام بدونیم حتی، و جلوی ایده های همدیگه جبهه میگیریم، حتی نمیتوانیم شنونده باشیم در واقع. و این چیزاییه که خوب نیست، این چیزاییه که به نظر من مانع این میشه که بریم مرحله بعد. شما هنوز تو پای ریزی در واقع، توی اصولی ترین و بیسیک ترین موارد فرهنگی در واقع با مشکلات مواجه هستیم. امیدوارم که این مسائل زودتر حل و فصل تا برسیم به بحثای مهمتر و اساسی تر در واقع. خانم مریم، ببخشید، آقای میثم انصاری، ما که خدمت شما، من عذر میخوام. صدا رو دارید الان؟ بله بله. درود به همگی. میخواستم یه مطلبی رو اشاره کنم به نام زیرساخت. چند درصد جامعه ما رو بانوان تشکیل میدن؟ 49%. چند درصد بانوان از سطح سواد برخوردارن؟ 6% کمتر از زنان، مردان. متاسفانه جمهوری اسلامی زن سرزمینمون رو به سمتی هدایت کردن که از لحاظ رشد فکری به عقب رونده بشن و نتونن تسلط کامل به خودشون و افکارشون داشته باشن، و در اکثر بانوان مرد رو به عنوان یه تکیه‌گاه و جنس قوی میشناسن. تمامیت این ضعف‌ها برگرفته از نگاه مردان دینی به جنس مظلوم زن و گرفتن قدرت از زنه. اجحاف بیش از حد در حق زنان در ایران برای زیرساختیه که چند دهه افراد دینی با برنامه‌ریزی دقیقی که کردن زنانو به عقب روندن و حق رشد فکری نداشتن زنای ما. اما امروز با جنبش بزرگ زن زندگی آزادی، سقف ذهنی بانوان ایران خیلی باز شده، فهمیدن تو چه جایگاهی قرار دارن، نگرش جدیدی برای محق بودن خودشون پیدا کردن و تعریف یکسان بودن رو پیدا کردن. این رشد عظیم از بانوان امروزه زیاد به چشم میخوره توی ایران. من در همین حد میخواستم صحبت کنم، مایک رو عوض کنم.
خیلی ممنون از شما جناب انصاری، ممنون از مشارکتتون، به نکته خوبی اشاره کردید. اما جا داره که من هم یک چیز رو گوشزد بکنم که به نظر من این رشدی که شما ازش صحبت میکنید یک شبه، یک ماهه و حتی یک ساله به وجود نمیاد. همونطور که میگی جمهوری اسلامی مدت ها برنامه‌ریزی کرد بر این اتفاق، این بذر آگاهی هم کاشته شده و الان کم کم و در آینده ما میوه هاش رو خواهیم دید، به خاطر اینکه رشد کرده، نسل به نسل منتقل شده. هم نسلای من، اونایی که از من 10 سال کوچیک‌تر هن، دیگه مثل مامانامون فکر نمی کنن و این اون چیزیه که ما رو به پیروزی نزدیک میکنه واقعا. خانم بیرجندی، ما خدمت شما، بفرمایید. ممنونم خانم دژم عزیز. من با یه بخشی از صحبت‌های آقای انصاری موافقم و در واقع یه بخشی از صحبت من رو ایشون فرمودن، اما خب من هم ادامهش اگر بخوام بگم اینه که آنچنان زن رو یعنی آموزشی که داده شده، من نمیگم فقط جمهوری اسلامی، شاید این توی فرهنگ ما باشه، شاید از گذشته تا الان ادامه پیدا کرده باشه، ولی جوری پرورش دادن زنها، یعنی جوری بار اومدن چنان وابسته به مرد در واقع که انگار بدون وجود مرد زن کاری نمیتونه بکنه، این خیلی تاثیر گذاشته توی اون ضعفی که شاید خیلی از زنان، یعنی واقعا اگه ما بخوایم بگیم درصد زیادی نیست، چون من به چشم خودم حتی دارم میبینم میشنوم، یا خیلی جالبه تو خیلی از برنامه ها حتی میبینم که نکاتی که گفته میشه اون نشوندنده اون ضعفی که در اون زن ایجاد شده، نه اینکه بخواد مثلا یک چیزی باشه آموزش دهنده مثبت باشه، اتفاقا منفیه. نکته ای را میگم خدمتون، اگر که خاطرتون باشه شاید این سالهاست این اتفاق داره میفته، از روحانیون، کسایی که به هر حال طلبیدی خوندن، یا خانومایی که حتی توی مجلس خود خانوما، مثلا حالا به هر حال مراسم مذهبی که در خونه ها انجام میشه بسیار شنیدیم یا حتی دیدیم، شرکت داشتیم، که آموزش میدن به خانوما و جوری بیان میکنن که چجوری با مرد رفتار کنن که مرد رو نگه دارن، مرد این از این خوشش میاد از اون که، یعنی همه چیز رو فقط برای جلب رضایت مرد آموزش دادن بزن، یعنی که جور مرد این، تو مرد رو باید نگه داری چون بدون مرد تو هیچی نیستی. اینا تاثیرات خیلی خیلی منفی گذاشته و اینکه کی بخواد این واقعا از ذهن زنان سرزمین خودمون، من حالا میگم، بیرون بره واقعا زمان زیادی طول میکشه. و یه نکته دیگه که میخواستم بگم، در همین اخیر این جنبشی که صورت گرفته علارغم تمام اعتراضاتی که شده، ما دیدیم چند تا از کارشناسایی که حالا اومده بودن، اسمن کارشناسایی که وابسته به حکومت هستن، اومدن در رسانه‌های ملی در واقع صحبت کردن، صحبت‌های بسیار توهین‌آمیزی به بانوان کردن. اما من غیر از اینکه چند تا واکنش اینستاگرامی در واقع ببینم، حالا شاید از سمت یک سری چهره‌های شناخته شده مثل هنرمندا در واقع، چیز دیگه ای رو من واقعا ندیدم. حالا اگه دوستان دیگه دیدم یا شنیدن اشتباه منو تصحیح کنن لطفا، ولی این که واقعا خانم دکتر فرمودن که اتحاد سسته، اینجا باز دقیقا همون نکته است، این اتحاد خیلی سسته، این یه مسئله که یه توهینی به جمع زنان این کشور شده. و من فکر میکنم جدا از مسئله حجاب، نمیدونم برابری، دموکراسی یا هر چیزی، این نکات باید خیلی اهمیت داشته باشه. چرا بهش توجه نشد؟ چرا فقط یه اعتراضی، اونم در حد یه پروفایل، یه اپلیکیشنی که حالا به صورت جزئی هست در نظر بخوایم بگیریم، توسط یه سری اشخاصی صورت گرفت، در صورتی که باید خیلی محکمتر با این قضیه برخورد میشد، کما اینکه از چند سال گذشته هم ما همچنان این موضوع رو داشتیم، حداقل تو این تایم باید واکنش شدیدتری بهش صورت میگرفت. ممنون که این تایم رو به من دادید.
ممنون از شما خانم جان. نکته که اشاره کردید من اتفاقا یاد یه برنامه همین که میگی در شبکه‌های داخلی ایران انداخت، یک برنامه تخصصی بود در واقع دقیقا در مورد زنان، زنانی که دارن کارهایی میکنن که در ایران عرف نیست، مثلا زن تعمیرکار ماشین یعنی مکانیک خونده تعمیرکاره، خانومی که نجار هستن، خانومی که خلبان هستن. من خیلی این برنامه رو دوست داشتم، واقعا دنبال میکردم، اما فکر کنم واقعا 10 قسمت هست، 8 قسمت اینطور بیشتر طول نکشید. چرا؟ چون یک مجتهد نمیدونم از اینها که نمیدونم دقیقا چیان اومد و گفت که چه معنی داره با خانوما خارج از خونه کار کنن، چه معنی داره خانوما کارمند بانک باشن، چه معنی داره خانوم ها معلم بشن، معلم بشن فقط برای دخترها معلم خانوم باشه. و واقعا اون برنامه تموم شد، یعنی ادامه دار نبود، با اینکه برنامه اگه از جنبه مثبتش نگاه کنیم داشت تبلیغ میکرد، در واقع تشویق میکرد به کارهایی که خانوم ها دوست دارن انجام بدن و شاید جامعه پذیراشون نیست، داشت این آمادگی رو توی ذهن جامعه و مخاطب انجام میداد که خانوم ها هم میتوانند کارهایی که مردها انجام میدن انجام بدن. اما واقعا برنامه تموم شد، جاش گرفته شد، تموم شد و رفت. بعد چیزی که اینجا جالب بود و واقعا ناراحت کننده بود در تو بیشتر جای جالب باشه این که مثلا ما کلن در ایران 1 یا 2 تا خلبان زن داریم، اینکه کلن در ایران 1 یا 2 تا نجار شناخته شده داریم، تعمیرکار حالا شغل اینجوری که بماند. و اینا چیزایی که غم انگیزه، از یه طرف میبینیم که حالا هست سازمان‌هایی که دارن سعی میکنن که یه چیزهایی رو شفاف سازی کنن، یه سری تابه ها رو بشکنن، اما خب قدرت اونا همیشه بیشتر بوده و انگار همیشه رو سرکوب کرده. خب خانم سونیا مجدد شما رو میشنویم، بفرمایید. الان بفرمایید. من فهم میخواستم یه نقطه کوچیک بگم، این که برچسب نزنیم الان که ما توی یک جمعی هستیم برای زنان داریم صحبت میکنیم در مورد حقوقشون و کلن یک جمع حالا تقریبا میشه که حالا فمینیستیه، یه برچسب های منفی رو کنار بذاریم، این که زن مظلومه، زن ضعیفه، زن جنس دومه، تمرین کنیم که اینا رو به کار نبریم، حتی شاید منظور خاصی نداشته باشیم ولی خب بار معنای منفی داره، تمرین کنیم که از این بچه‌ها نزنیم، کلا سعی کنیم بچه‌ها کلا نزنیم، ولی اگه بچه‌ها بار منفی داره سعی کنیم اصلا اینو نزنیم، چون ما واقعا شاید بهمون ظلم شده باشه، شاید مثلا ما رو عقب نگه داشتن، ولی خب مظلوم خودم رو مظلوم نمیدونم، هم سن و سال خودم هم مظلوم نمیدونم، جنس دوم هم نمیدونم، تمام مثلا جنگ های برابری و این بحثایی که برای زن هم پیش میاد و اومده، یکی از هدفش اینه که ما همتراز یه مردیم، مرد مظلوم داریم، زن مظلوم هم داریم، بیایم سعی کنیم که این برچسب ها رو استفاده نکنیم و این فرهنگ غلط رو بذاریمش کنار. فکر نمی کنم الان جالب باشه که هنوز هم از این برچسب ها استفاده بشه. ممنونم. خیلی هم ممنون از شما. خب خانم دکتر اگر موردی هست که در صحبت ادامه این صحبت دوستان میشنویم شما. خیلی ممنون. من 2 تا نکته بخواستم عرض کنم، یکی این که وقتی درباره زنان ایران صحبت میکنیم، حالا زنان رو به طور کلی بذاریم کنار ولی این قاعده برای اونها هم حکم فرما هست، زنان ایران یک دست نیستن، بنابراین ممکنه که گروهی با همه تعاریفی که اینجا شد این اتفاقات براشون افتاده بوده، ممکنه رشد فکری نکردن، ممکنه که توی خونه ها موندن، ممکنه که خیلی در سنت ها و با قواعد دینی و اون چه که علما از اسلام تعریف کرده بودن زندگی کردن، ولی واقعا گروهی از زنان در ایران هم بودن که از همون اول متفاوت زندگی کردن، متفاوت مبارزه کردن، متفاوت جان خودشون رو دادن، از زندگیشون گذشتن و خیلی خیلی اتفاقات نوشتن، خوندن، مطالعه کردن و متفاوت بودن. بنابراین
اولا وقتی که از زنان ایران صحبت میکنیم خیلی حواسمون باشه که یک دست نیستن و این به دلیل این عرض میکنم که در این انقلاب که اخیراً اتفاق افتاد، درسته که یک گروه بسیار جوان، نسل بسیار جوان در ایران اون رو آغازش کردن و من همچنان دلم برای این میتپه که چطور ما میتونیم اون زنان متفکر، شاعر، نویسنده رو هم بیاریم و در این جمع اضافه کنیم. ما میبینیم اکثر زنانی که در حال حاضر از این قیام دارن دفاع میکنن یا زنان بازیگر هستن یا زنان ورزشکار، هیچ مشکلی وجود نداره، ولی ما زنان متفکر، نویسنده، دانشمند و بسیار توانمند و روشنفکری داریم که هنوز سکوت کردن و اونها رو نمیبینیم. من فکر میکنم امثال ماهایی که اینجا نشستیم باید فضایی رو به وجود بیاریم که اونا احساس امنیت کنن، بیان جلو و صحبت کنن و بدونن که به همون اندازه که احترام میگذاریم به یک زن بازیگری که حالا یه جمله می نویسه یا یه زن ورزشکاری که یه حرکتی انجام میده، ده ها برابر به زنی احترام گذاشته میشه که برای رشد فکری خودش تلاش کرده، برای نوشتن تلاش کرده، برای ایده های مقالاتی که نوشته زمان گذاشته و این باید بیاد رو. به خاطر همین عرض کردم که یکی از نشانه های تغییر بنیادینی که میتونه پایدار باشه اینه که تا چه اندازه ما تلاش میکنیم رشد کنیم و رشد کردن در یاد گرفتن و یاد گرفتن یعنی که صدا بزنیم کسانی رو که سالهای سال توی این دهه ها در خود ایران، من کاری به بیرون از ایران ندارم، در خود ایران واقعا تلاش کردن و رشد فکری دارن که فوق‌العاده است و اونا رو صدا بزنیم و بخوایم که اونا هم نظر بدن. حقیقتا جاشون خالیه و این به غیر از کسایی مثل ماها نیست که میدون بده، به همون اندازه که میدون داده به عرض کردم دیگر. و موضوع بعدی که شاید لازم باشه یه ذره دیگه بیشتر بهش فکر بکنیم اینه که حقیقتاً ما نیاز داریم که بدونیم اون چه که داره اتفاق میفته در ایران مرزهایی که در غرب بوده رو از بین برده. بنابراین ما نباید دنبال این بگردیم که چه الگوی فمینیسم یا چه الگوی مثلا فرض کنید غرب داره برای تساوی حقوق زن و مرد، تساوی جنسیتی مطرح میکنه. چیزی که در ایران داره اتفاق میفته مختص به خودشه. اینو با تعصب عرض نمی کنم، میخوام بگم میتونیم یاد بگیریم ولی واقعیتش اینه که مرزهایی که بوده رو شکسته، چنانچه خود آکادمیا در غرب هم دارن این رو بیان میکنن که چیزی فراتر از چیزایی هستش که ما در حال حاضر داریم. بنابراین بیاید و واقعا قبول کنیم که باید بنشینیم کنار همدیگه و بسازیم مفاهیمی که لازم است، حیاتیه برای ادامه این جنبش و به ثمر رسوندنش. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب آقای مشتبه شیخ‌علی میرعلی، اگه اشتباه کردم من پسی بفرمایید، مارک برای شماست. سلام و روز خوش میگم خدمت همه دوستان. من میرعلی هستم. میخواستم بهتون بگم که ما اگه بخوام از سنت گرایی وارد مدرنیتی بشیم باید خانم ها وارد اجتماع بشن، یعنی اصلا جزء جدای ناپذیر مدرنیتی اینه که خانم ها وارد بشن. ما اصلا باید این تبعیض ها رو کنار بذاریم، ما باید این گفتارهامون رو کنار بذاریم، باید بیایم تو یک مبدأی بشینیم روبروی هم بدون اینکه بخوایم قالب جنس ضعیف یا به قول معروف بخوایم به همدیگه بگیم که مثلا توی یه جنس دیگه هستیم، ما یه جنس دیگه ایم. باید بدونیم افکارهامون مهمه، باید بدونیم که یک آدم و افکارهاش میسازن. ما باید اینو بفهمیم اول از همه. دوم اینکه ما باید از این مبدأ بریم کنار و این خانم ها آگاه بشن داخل ایران، چون ما خانم های زیادی رو داریم داخل ایران که هنوز بحث سواد و بحث علم و بحث دانش
هنوز براشون واضح نشده، هنوز به اون سمت نرسیدن و هنوز اجازه این کارها رو ندارن. ما باید اینها رو ریشه کن کنیم تا بتونیم خانوم ها رو وارد اجتماع کنیم، تا بتونیم خانوم ها به قول معروف بهره برداری بشه، بتونن مملکت رو به سوی پیشرفت ببرن. ما اینها رو لازم داریم. خیلی ممنون از اینکه ما رو در اختیار من گذاشتید. متشکرم. ممنون از مشارکتتون. متشکرم. دقیقاً به نکته خوب اشاره کردید، چون همطور که همه میدونیم یکی از اهداف اهداف مهم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همین بحث آگاهی رسانیه، به خاطر اینکه چیزی که ما 100% توش ضعف داریم، مخصوصا در جامعه ایرانیان داخل ایران، که متاسفانه آدم ها از حقوق ذاتی شهروندیشون آگاهی ندارن و همین میشه که این مشکلات به وجود بیاد. جناب آقای رای، شما رو میشنویم. بله، خیلی ممنون. ببینید، من یه نکته رو، البته تمامی بحث‌ها رو همه با هم کم و بیش کردیم و نکاتی هم که من مطرح می‌کنم شاید تکراری باشه. در این آخرین مورد دیدم یکی از دوستان اشاره کردن که من اون رو سعی می‌کنم با دقت بیشتری مطرح کنم و اون این استش که انگشت نما کردن زن به عنوان زن خودش یک مشکله. یعنی من بگویم چه زن زیبایی، چه زن مثلا مهربانی، چه زن هنرمندی، این هم یکی از راه‌های کار غلطی است که آقایون با خانم‌ها می‌کنن و خانم‌ها که موقعی که میگن مرسی هم معلوم نیست کار درستی می‌کنن. چرا مگه میگن آقا، چه آقای زیبایی، چه آقای مثلا ماهری هست؟ نشون میده که اینجا یه انگشت نما داریم، یه چیزی رو نشون میدیم که بگیم مثلا ما مردا مثلا ارزش گذاری میکنیم در اینجا. این سکسیسمه در واقع، یه نوع. یعنی در اینجا من اومدم به جای اینکه مثلا خدمتی بکنم، اومدم زدم دارم درب داغون میکنم یه رابطه رو. و اون اینه که اینجا یه خانمی ترانسی یه بار، در اسمشون یادم رفته، یه نکته جالبی رو گفتن که لازمه به اون نکته توجه کنیم تو رابطه های انسانی و در رابطه با زنان و در رابطه با مردان. ایشون گفتن که من دوست دارم رو مسائل اجتماعی صحبت کنم. ما همش داشتیم در مورد ترامپ صحبت میکردیم. ایشون وسط صحبت من دوست دارم رو مسائل اجتماعی، مثل هر انسانی رو مسائل مختلف داشت میخواستن صحبت کنن. و این مسئله است که انسان در واقع بحثاش انسانیه، نه غیر انسانیه. و بنابراین در اینجا لازمه که زن خانم ثابت به اینکه یک نواخت نیستن، همه یک جور نیستن اشاره کردن، همراه این مطلب به این مسئله توجه کنیم. زن با زنانگی هم فرق داره، مرد با مردانگی هم فرق داره. پس بنابراین داریم از انسان به عنوان یک موجودی که صاحب حقه و آزادیش هم داشتن تمام این حقه صحبت میکنیم، چرا که این انسان لیاقت داره دیگه، این انسان توانایی داره دیگه، این انسان سیستم پیدا میکنه دیگه، این انسان رابطه هایی که همدیگر رو تایید میکنن پیدا میکنه، اینا قاعده دارن. این قاعده ها مجموعش میشه آزادی. این قاعده های مجموع آزادی که همون حقوق هستن، قواعد جهان شمول هستن، با همدیگه نشان میده که ما میتوانیم بر مبنای همین رابطه ها با هم گفتگوی انسانی داشته باشیم. پس نکته دیگه ای رو که لازم توجه کنیم تو گفتگوها، بی‌طرف بودنه. بی‌طرف بودن به معنی خونسا بودن نیست. بی‌طرف بودن به معنی همین حقوقی باقی ماندنه. چرا که حقوق مال همه. پس بنابراین من و شما که داریم صحبت میکنیم، گفتگویی رو صحبت میکنیم که هم تبعیض برای شما نیست، هم تبعیض برای من نیست، هم برای شما قابل تجربه کردن، هم برای من قابل تجربه کردن، هم برای شما قابل آزمایش کردن، هم برای من قابل آزمایش کردن. پس بنابراین در اینجا لازمه که موقعی که از این رابطه دموکراتیک با هم صحبت میکنیم، لازمه توجه بکنیم به یکی از ضعف‌های ما ایرانی‌ها تو دوران اخیر. زمانی که اروپایی‌ها آمدن توجه کردن به این که این دین‌ها آلودن
و لازم جدا بشن این دین ها از نهاد دولت، ما اصرار ورزیدیم که این دین ما درسته، دین ما راه حل داره. اگر اون دین بوده اون مسیحا بودن که اون مشکل رو داشتن و موقعی هم که اومدن اشکال دین ما رو گرفتن واسه نه خیر، خیلی هم خوبه، ما راه توسعه خودمون رو خودمون پیدا میکنیم، اون غربیه، حقوق بشر غربیه و اینا، و این رو ادامه دادیم حتی تا بعد از این انقلاب خودمون. کودتا کردن، چی گفتن؟ حقوق بشر حقوق بشر غربی بود یه همسال اینا. پس لازمه بیطرف، اصل بیطرفی رو در نظر بگیریم و چون میخوایم مشارکت کنیم به اصل مشارکت و توضیح نقش ها توجه داشته باشیم. یعنی جمهوری رو در نظر بگیریم، جمهوری چیه؟ شورای مردم هستش، شوراهای مردمی که با هم تصمیم میگیرن در مورد امور خودشون در ارتباط با هم دیگه. یعنی راه حل هایی رو که رفت قبل خیلی ها جهان شموله، مورد پذیرش انسان، اونا رو نمیشه پشتش کرد، کینه داشت زیر پا گذاشت. اما راه ما یک جایی بر اساس اون اصول مشترک متفاوت، اون تفاوت ها رو لازمه پیدا کنیم، نه اینکه دشمنی بکنیم. برای که چرا نمیتونیم دشمنی بکنیم؟ به این علت که قاعده طبیعی وجود داره، اون رو نمیتونیم زیر پا بذاریم. اگر بر حق نباشیم ناحقیم، وسط هم چیزی وجود نداره. پس موقعی که داریم قضاوت میکنیم، ارزیابی میکنیم، بررسی میکنیم، لازم همواره حقوق رو پایه فکر خودمون در نظر بگیریم. برای که اگه در نظر نگیریم انواع اقسام لغزش های مختلف فکری پیدا میکنیم و توی لغزش های فکری باید گم میشیم. چه کار میکنیم در اینجا؟ به جای اینکه اون اصول ثابت که حقوق هستن رو در نظر بگیریم مبنا قرار بدیم، میایم یه سری قواعد مندرآوردی و نسبی رو مبنا قرار میدیم، میگیم خودتون رو تطبیق بدید، من این رو گفتم، حالا اگر همه این رو اجرا بکنید خوب میشه. حالا اصلا معلوم نیستش که کسایی که این رو خوب میدونن اکثریت هم حتی داشته باشن، بلکه این اینجوری تصمیم گرفته میشه. و بنابراین لازمه که توجه بکنیم که مسافرت کنیم، مسافرت فکری کنیم، دیگرها چه کار کردن موفق شدن. مثلا من چند تا مثال میزنم تو همین یکی دو دقیقه‌ای که ادامه میدم. دانمارکیا نظرشون این است که علت پیشرفتشون اینه که نزدیک بیش از 500 ساله حالت تعرضی نداشتن، حالت تهاجمی نداشتن و این به نفعشون بوده. دانمارکی‌ها موقعی که در جنگ جهانی دوم یهودی‌ها رو می‌خواستن ستاره داوود بزنن که شناخته بشن، هم خودشون مخالفت کردن هم پادشاهشون، حالا روایت‌های مختلف هستش، و بنابراین همیاری داشتن با هم دیگه. دانمارکی فکر میکنه که ایدئال از واقعیت جدا نیست، در صورتی که ما خیلی جدا میدانیم. دانمارکی میگه که همسایه من اگر بد زندگی بکنه من خوشبخت نیستم. پس بنابراین میبینیم یه سری معیارها و اصول اخلاقی رو اینا آوردن مطرح کردن که بر مبنای اون اصول اخلاقی حقوقی تونستن پیشرفت کنن، تونستن اعتماد ایجاد کنن. میزان اعتماد در دانمارک نسبت به هم دیگه بالای 89%، در صورتی که مثلا من در فرانسه که من زندگی میکنم 35%، در امریکا 27%. و بنابراین موقعی که ما میتوانیم بر این مبنای حقوقی فکر کنیم، بیطرف باشیم، یعنی حقوقی باقی بمانیم، خرج ها رو میاریم پایین، هزینه ها رو میاریم پایین. خیلی راحت میتونه یکی یه نظر جدید رو بگه، بگه آه این دینی که شما داری این ایراد داره، من اینو میگم، من شوکه نمیشم در اینجا. پس بنابراین لازمه توجه کنیم که ماها همه هیجان‌های خودمون رو داریم، این هیجان‌ها رو لازمه استراتژیکش بکنیم، ادارش کنیم. خوب ترس رو هممون داریم، هیجان رو هم ببخشید غم و اندوه رو هممون داریم، بیزاری رو همه ما داریم، خشم رو هممون داریم، حیرت رو هممون داریم، شعف رو هممون داریم. ولی این هیجانایی رو که داریم اگر استراتژیک خودمون بررسی نکنیم، جهت ندیم، مثل یک کره اسبی میمونه که به در و دیوار میکوبه ما رو، و ما دوچار هیجانهای نامیزان و نااستراتژیک میشیم
و جاهایی از کوره در میریم که نباید از در بریم، جاهایی دخالت میکنیم تو کار دیگری که نکنیم، کثرت گرایی رو فراموش میکنیم، خود محوری رو ایجاد میکنیم و انواع اقسام چیزا. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون از شما جناب رایی برای نکاتی که اشاره کردید. خانم دکتر اگر موردی هست میشنویم شما رو. عرضی ندارم، فکر میکنم که برنامه بسیار خوبی بود، گفتم بسیار خوبی. خیلی ممنون از شما برای تشکیل اینجا. دوستان اگر مایل هستید نکاتی رو بگید، سوالی دارید در انتهای برنامه میشنویم ازتون. در غیر این صورت اگر که خانم دکتر اجازه میدید من جمع‌بندی بکنم و پایان جلسه اعلام بفرمایید. خیلی هم عالی، ممنون از همه دوستان، ممنون از تک تک شما که تشریف آوردید، همراهی کردید، مشارکت کردید در این جلسه. امروز 17 اسفند 1401 مصادف با 8 مارس 2023 روز جهانی زن، فرخوان ویژه‌ای داشتیم از طرف کمیته دفاع از حقوق زنان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در مورد حقوق زنان صحبت کردیم، نگاهی اجمالی به تاریخ جنبش زنان در ایران داشتیم، در مورد زن زندگی آزادی صحبت کردیم. فراموش نکنیم که زن زندگی آزادی یک تمرین روزمره است و از الان تا به همیشه باید این رو انجام بدیم، از خودمون شروع کنیم و در جامعه تاثیرگذار باشیم. ممنونم یه بار دیگه از تک تک شما که امشب با ما بودید. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداحافظ.